روسیه و ام اوکراین از اون اصول تشویش کردند که مهاجران اساسیوی میونه رو میتوانند باعث عسکران زرخرید با جنگ بین این دو کشور برند. جنگ روسیه و اوکراین از 24 فوریه سال 2022 اینک 153 روز باز ادامه دارد و تا امروز به حساب نهادهای جاسوسی امریکا از هر دو جانب حدود 3000 کشته به جا گذاشته است. وزارت مدافع اوکراین روز 26 ایول در سامانه‌اش نوشت روسیه می خواهد از بین مهاجران از آسیای مرکزی و حتی از میان محبوسان عسکران زرخرید جمع آورده برای جنگ به اوکراین بفرستد. روسیه به طور فعالانه معرکه را تحت شعار از هر یک منطقه یک بتالیون برای انداخته است. در چارچوب این معرکه کرمل از هر یک 85 منطقه روسیه با شمول قریم و سیواستوپل را وظیفه دار کرده است که هر کدامش یک بتالیون از حساب بنام اختیاران تاسیس داده آنها را از حساب مولوی عوضمند کنند. البته نه هر منطقه برای تشکیل چنین بتالیون ها از حساب اهالی محلی آماده است. از جمله مقامات مسکو با نام پولک شهردار تشکیل کرده استودند که به آن ساکنان منطقه های دیگر و حتی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان را جلب کرده استودند. برای تشویق آنها معاش بلند و امکان گرفتن شهروندی روسیه پیشنهاد میکنند. گفته میشود در گزارش وزارت مدافع اوکراین دوستان کل روسیه ایگر کراسنوف که روزهای 25 26 ایول با یک سفر کاری در دوشنبه قرار داشت در ملاقات با همتای تاجیکش یوسف رامو نیز عین نگرانی را در مورد احتمال همچون زرخرید به جنگ اوکراین بردن مهاجران را بیان داشت. کراسنوف گفت در وضع کنونی تحت تاثیر حوادث اوکراین تهدیدها تنها بیشتر و بیشتر میشوند. امروز کشورهای ما در روبروی تهدیدهای نو قرار دارند، از جمله اشتراک شهروندان دولت‌های اسنگ در عملیات جنگ باعث زرخرید، پهن شدن سلاح و مهمات و مواد مخدر. با گذشت 5 ماه از جنگ روسیه با اوکراین درباره در این جنگ کشته شدن حدود 20 زاده تاجیکستان خبرها به دست رسیدند. اکثر آنها به صورت قراردادی در هیئت قوه‌های مسلح روسیه می‌جنگیدند، ولی درباره در نتیجه بمب‌باران نیروهای روسیه در شهر خارکوف اوکراین هلاک شدن دست کم یک زاده تاجیکستانی نیز گزارش شده است. همچنین خبر داده بودند که تیمور شمسوف نام زاده دوشنبه که در صف نیروهای اوکراین میجنگید در نزدیکی دنیتسک به دست ارتش روسیه افتاده است. بعداً معلوم شد که پدر تیمور شمسوف در حقیقت تاجیک بود و او در دوشنبه به دنیا آمده است، ولی هنوز در دوره کودکی امروی مادرش به اوکراین کوچیده در آنجا به وی رسیده است و همچون شهروند اوکراین در صف نیروهای مسلح اون کشور خدمت میکرد. جنگ روسیه با اوکراین یکی از پرقربانی‌ترین جنگ‌های جهان امروز به شمار می‌رود. اخیراً ویلیام بریونز مدیر اداره مرکزی جاسوسی امریکا یا تریو گفت تلفات روسیه در اوکراین تا امروز تقریبا 15000 کشته و نزدیک 45000 زخمی را تشکیل می‌دهد. بریونز افزود تلفات جانب اوکراین کمی کمتر از تلفات روسیه است.